یه نفر یه حرف خوبی زد در مورد قدرت دوربین و لنز، میگفت دوربین آدم اوریان میکنه. به نظر من زبان بدن ما خیلی مشخصه، اگه داریم یه جایی واقعا یه فریبکاری میکنیم فکر کنم به دل بعضی ها نمیشینه. تغییر باید یه دلیل بیاریم که چرا باید تغییر کنیم. خب یعنی این که بگیم باید تغییر کنیم انگیزه کافی رو برای تغییر به ما نمیده. مثلا من برای چی برم یه سختی به خودم بدم که این چیز عوض شه؟ باید یه دلیلی براش وجود داشته. خود دوپامین که چیز بدی نیست، که مصرف بیش از حد بشه که داره ما رو تالورنس ما رو میبره بالا. یعنی یه آدمی که خیلی سیر شده، حالا هی داریم ولعمون رو با چیزایی که عجیبه بیشتره میخوایم پر کنیم. این به نظرم این پر شدن معضل دنیای امروزه. افتاده تو این جلسه، ما امروز تصمیم گرفتیم که صبح زود برنامه رو شروع کنیم. صبح جمعه، صبح جمعه تهرانی، یعنی که تعطیلات که تمام میشه فرداش، شنبه صبح ماست. از ساعت 9:30 اینجاییم و کلی هم اتفاقات باحال افتاده و کلی هم خندیدیم. علیرضا جان عینک جدید زده، خیلی بهت میاد. خیلی متشکرم. فضا هم که باحال شده، پشت اون بک‌گراند داریم زیر لیوانی، اصلا همه چی عالی. خیلی اصلا فصل جدید. فصل جدید. دیگه من تو فصل جدید تصمیم گرفتم خیلی با شخصیت و ساکت. حسین 10 سال جوان شد تو فضل جدید. خیلی. مسیر برعکس داری میری؟ بنجامین باتنینگ دارم میکنم. باتنینگ. ولی منم حالا که علیرضا دوست نداره، منم دوست دارم سلام عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز که مرسی خدمتتون هستیم. واقعا جا افتخار داره تو فصل هفتم یا یازدهم از برنامه فاخر تا اینجا، همونطور که میبینید اینجا اسپلم شده براتون. آره حرف نوشته شده که اشتباه ننویسید. خیلی باحاله، ولی با هم بک‌گراند هم همه چی. امروز داشتیم قبل از اینکه چیز کنیم برنامه رو شروع کنیم و اتفاقات باحال بیفته، داشتیم با حسین در رابطه با عادت‌ها صحبت می‌کردیم. حالا چه خوب چه بد. حالا بذار بگم از کجا شروع شد. این شنبه، این ساندی گذشته بود که و همین ساندی یک شنبه که با هم جمع میشیم صحبت میکنیم، یه صحبت خیلی درجه یکی شکل گرفت و اونجا یه سری آدم ها شروع کردن در مورد عادت بعدشون صحبت کردن، حالا عادت مخرب نه بد. و بعد رضایی که کسی بود که خیلی راحت در مورد یه سری صحبت کرد، مثلا اینکه آقا من صبح بیدار میشم موبایل دستم زیاد تو گوشیم، تو آسانسورم هستم یه دقیقه سری گوشی رو در میارم و یه خورده ارتباط ناسالمی که با تلفن همراهش پیدا کرده بود. و خیلی برام جالب بود که بعد از اون بلافاصله همه اینا رو درست کرد، نور زرد گوشی شد درست کرد، نمیدونم تایمر گذاشت، دیگه صبح دست نمیزنه، شب دست نمیزنه، یه عالمه چیزا رو کنار گذاشته. و من چقدر برام جالب بود که اولا که از توی اون گفتگوی ساندی نایتمون یه همچین چیز خوبی در میاد که واقعا فقط یه گفتگو دوره همی نیست و بچه‌ها ازش بیرون میان یه فکری تو ذهنشونه. و بعدم اینکه چقدر عالی که واقعا اقدام کرد، خیلی برام جالب بود. و میگه من واقعا یه روتین صبح گذاشتم که صبح بیدار میشم یه سری کارا رو میکنم، قبل خواب یه سری کارا رو میکنم که دیگه با گوشی به خواب نرم. داشتم فکر میکردم کلا این کامبینیشنی که اصلا مثلا مدل حسین که سعی میکنه با مدیتیشن با مایندفولنس چیز کنه و از اون بر حالا ما اسمش میذاریم فلسفه درمانی یا اون نگاهی که جهان بینی رو تارگت میکنه یا هدف میکنه، این کامبینیشن این دوتا چقدر باحال شده. مثلا تو میای توی یک شنبه ها در مورد نوع نگاهت، منظرت و اینا صحبت میکنه، از اون بر یه سری مدیتیشن ها و مثلا اینا رو انجام میدی و این کامبینیشنه. فکر کنم تو کسی از تو سحر کسایی هستین که جفتشو دارین انجام میدین. درست میگم؟ آره. و اون مثلا فرض کنید یه سری تمریناتی که خروجی اون گفتگوهای روزای یک شنبه است که مثلا این کاری که تو گفتی رو انجام میده و از اون برم مثلا میاد مدیتیشن رو انجام میده، به اخلاقیات فکر میکنه، به اینکه رابطه خوب چیه فکر میکنه، به اینا فکر میکنه، بعد از اون بر مثلا این ریچوال هایی که کمک میکنه به کامنست، کمک میکنه به کم شدن مثلا استرس، انزایتی، اینا رو انجام میده. و عجب کامبینیشنی. من برام کلا رضا حالا به عنوان
چون بنظر کافی ازش تعریف میشه ولی به شما میشه چیزی اضافه بکنید دیگه مجبورم دیگه. به عنوان کسی که خیلی آماده است برای تغییر، خیلی برام این جالبه، خیلی آماده است برای تغییر، قشنگ ذهنش باز، هم رضا هم سحر، هم رضا هم سحر، و قشنگ جستجو میکنن عادات، روش ها و مهارت های جدید و برای بهتر کردن کوالیتی زندگیشون، و اینقدر اوپن مایندن که در مورد هیچ کدومش، واقعا میگم این برای من یکی از نقاط خیلی مثبت توئه، که در مورد هیچ کدومشون مثلا حالت دوگم یا تعصبی ندارن، آمادن که تغییر کنن، آمادن که بپذیرن، و این خب یه امتیاز بزرگه، شاید برای همینم هم هست که به جایی که رسیده رسیده، و خیلی عالیه دیگه. چون تو اگر مثلا فرض کن من آدما رو میبینم تو 30 سالگی عصبانی ان، تو 50 سالگی عصبانی ان، تو 80 سالگی عصبانی ان، و بعدم میمیرن، یعنی همه عمرشون یه عادت بد هی ازش صدمه خوردن، هی ازش آسیب خوردن، هزار تا رابطهشون رو خراب کردن، هزار نفر از خودشون دلخور کردن و هیچ تغییری هم ایجاد نکردن. آخه میپذیرن که اون عادت بده؟ خب دیگه این که بپذیری این اوپن مایندنس، میگم این نکته اینه که بعضی اصلا نمیپذیرن عادت بده، یعنی کلی تو باید تلاش کنی که متقاعد، و بعد خیلی موقع جست ما عادت های بدمون رو جاستیفای فارسی چی میشه. من خیلی دارم سعی میکنم که کمتر انگلیسی صحبت کنم، خیلی خوب شد. آره توجیه من غیر ضروریه، هر چی میاد برات میگی دیگه. آره آخه من اصلا داشتم فکر میکردم با بچه‌ها که صحبت میکنم، خودم که برگشتم نگاه کردم و بعد فیدبک هایی که بازخوردهایی که گرفتم، دیدم خب واقعا خب بعضی هم ممکنه که ناخودآگاه یا متوجه نشن، یا فکر کنم من دارم مثلا شواف میکنم. پس شواف این نمیشه. از اون بر میشه گفت خب شاید بعضیا براشون جالب بشه چهار تا کلمه جدید یاد بگیرن، شاید یه خورده اون حالت تعصبی که داریم که پارسی صاحب، من اصلا باور ندارم، من واقعا تعصب ندارم، فقط دوست ندارم که یه موقع بره توی حوزه‌ای که خب این برداشتای اشتباه بشه، یه موقع یه آدم متوجه نشن فکر کنن مثلا داری از اون کلمات استفاده میکنی که مثلا بگین حرفای من خیلی مهمه. نه واقعا بچه، واقعیت اینه که با دوربین من خیلی سال اینجا زندگی کردم، من 20 سال اینجا زندگی کردم، 20 سال ایران زندگی کردم، یه ترکیبی شده که نه فارسیه اونقدیه نه انگلیسیه اونقدیه، بنابراین یه ترکیبی از این شده. حالا با بچهای اینجا که حرف میزنیم دو تاشو متوجه میشن، ولی مستقیم با بچهای ایران حرف میزنه خب با اونا رو شاید رابطه نداشته باشن، برای همین ببخشید. یعنی من بذار چیزی بگم، من همین اتفاقا تاپیک باحالیه، تاپیکای ما که دیدی سیاله سری عوض میشه، خیلی باحال. بذار بچرخه. فرق انگلیسی پروندن با بعضی کلمات رو انگلیسی گفتن خیلیه. آره. بعضی انگلیسی میپرونن که مثلا میدونی فارسیش چیه ولی انگلیسیشو میگی. چرا؟ چون شاید کلاس داره، شاید تو تصورت اینه که کلاس داره و یا هر چیز شبیه اون. ولی اصلا من احساس میکنم توی من مثلا آلن واتس گوش میکنم، میبینم یهو وسطش فرانسه صحبت میکنه. آره. نمیدونم رمداس گوش میکنم یهو وسطش هیبرو صحبت میکنه. خب اصلا ترکیب کردن زبانها با هم یه مهارته و گفتار تو رو زیبا میکنه. و ما اینو بعد دریافت کردیم به خاطر همه اونایی که انگلیسی میپروندن. خب شما اینو چی میگین؟ برنج، چه جالب، ما رایس را میدونی چی. اون مدلی که مثلا طرف سه ماه رفته برگشته. خود من حسین یه سری کلماتو واقعا فقط اون مفهومش تو ذهن من انگلیسی اومده. یعنی وقتی تو چیزی فکر میکنم مثلا انگلیسی میاد. آره دقیقاً. آره اینم خیلی مهمه. یعنی مثلا برای من انگلیسی میاد، یه چیزای مثلا با یه نفر انگلیسی در مثلا فقط فارسیش میاد. یعنی من اینا رو چیزشو ندارم، معادلشو ندارم، معادلشو تو ذهنم لااقل همون لحظه نمیاد. به نظر من واقعا تلاش برای اینکه اونجوری که صحبت میاد همونو باید گفت، هر جوری که میاد اونو باید گفت، و اگر حالا تصمیمت شد که بعد از اینکه انگلیسی رو گفتی فارسیش هم بگی یه چیزه، ولی اونجوری هی سنسور میذاری، هی خودتو سنسور میکنی. مثلا من هر وقت دارم مایندفول میشم نسبت به این موضوع کلمات خوب نمیاد. آره دارم فکر میکنم به نظر من. حالا این یه بحث جداگانه است، ولی به نظر من هر آنچه که از دل برآید بر دل نشیند. یعنی تو اگه اون خواستت این باشه که ساده باشی، مردم هم میفهمن، آدمو میفهمن. حالا به قول حسین یکی که میاد انگلیسی میپرونه که مثلا با کلاس تر به نظر بیاد، اونم همه میفهمن، همون حسش میکنن. تو وقتی صحبت میکنی تو رو آدما حست میکنن و میفهمن که تو چه حال و هوایی داری. خیلی نگران. یه نفر یه حرف خوبی زد در مورد قدرت دوربین و لنز، میگفت دوربین آدم اوریان میکنه. یعنی به نظر من زبان بدن ما خیلی مشخصه، اگه داریم یه جایی
واقعا یه فریبکاری میکنیم، فکر کنم به دل بعضی ها نمیشینه دیگه. آدم ها که دارن ما رو میبینن میفهمن اونجایی که کلاممون یه چیزی میگه، وجودمون و بدنمون یه چیز دیگه میگه. خواستم در تایید حرف. بنابراین فکر کنم ستامون اینجا، رضا که به نظرم استادشه، تو که این همه آدم داری، سعیمون اینه که خودمون باشیم. آره آره آره. و اتفاقا خودت بودن اون انگلیسی گفتن هم بعضی موقع شامل میشه. آره. داری اینجا زندگی میکنید الان، من مطمئنم تو 5 سال 10 سال گذشته همه کتابایی که گوش کردی شاید 80% این کتابای انگلیسی بودن. من همه مایندفولنس و مدیتیشنی که یاد گرفتم انگلیسی بوده. من هنوز شاید 2 کتاب فارسی در این زمینه بیشتر نخوندم. یه دونه دولت عشق بود و یه دونه دیگه هم همینجوری فقط دارم میگم که شاید مثلا تکه هایی از یه کل منسجم که کتاب خیلی خوبیه، و بقیه شاید واقعا 99% مطالبی که یاد گرفتم به انگلیسی بوده. برای همین اول انگلیسی میاد برام، و خب حالا انقدر گفتم که فارسیش هم میاد، ولی اوایل ویدیوهای منو نگاه کنی اصلا نصف حرفام انگلیسیه، به خاطر اینکه اونجوری میومد. و یه بخشی از صادق بودن و خودت بودن اینه که اگر اونجوریه اونجوری باشی و ازش خجالت نکشی. آره، احترام به مخاطب هست. اینم. آره، داریم سعی میکنیم که اون احترام هم وجود داشته فصل جدید. سعی کنیم که چون بیشتر بیننده ها احتمالاً از ایران هستن، یه موقع به اونا بی احترامی نشه. حالا میدونم تاپیک شاید مثلا خیلی عمیق و باحالی نباشه، ولی مفید خیلی. همین تاپیکی که رضا باهاش کار کرد. آدت. حالا عادات به صورت کلی و عاداتمون با گوشی. خب چون خیلی روزمره و قابل استفاده میشه. حالا میشه در مورد عادات به صورت کلی صحبت کرد و خیلی هم حرف هست، شاید برسیم صحبت کنیم. ولی دوست دارم تجربتو با گوشی بگی، واقعا کاری که کردی چی بود و تاثیرات بعدش چی بود، تاثیرات مثبتش حالا تغییر دادی چی بود. ببین گوشی زندگی آدمو کامل از زندگی واقعی، همونطور که اسمش سوشال میدیا و صفحات مجازی هست، کامل از زندگی واقعی میارت توی زندگی های مجازی. حس و حالت مجازی میشه، دوست داشتنات مجازی میشه، مقایسه کردنات مجازی میشه. تو نمیتونی وقتی که تو گوشی هزار نفره، من حالا مثال خودمو نمیگم، خیلی ها شاید اینجوری باشن، هزار تا دختر خوشگل و مشکل و ترگل و ورگل میبینی، بعد بیاری اونو با برای خودت تو زندگی خودت مقایسه کنی، یا هزار تا ماشین، هزار تا آدم های موفق رو میبینی اون تو، و یک سرخوردگی بدی میاره نسبت به آدم. بعد همش تو فکر میکنی تو باید به اون برسی، در صورتی که اون لحظه رو از دست میدی. من با اینش خیلی مشکل داشتم، و اینکه اعتیادم میاره به صبح بلندشی، اون حال خوبی که میتونی از پنجره خونت رو باز کنی، اون نسیم بهت بخوره رو، تو اون حال خوب رو از بین میبری، با دوباره میری توی دنیای دیگه. حالا فکر کنم خیلی ما داریم به اون سمت میریم، شاید تا چندین سال دیگه از این عینک ها به ما بدن کلا بریم 800 اون تو کار کنیم و ورداریم بخوابیم، احتمالا به اون سمت داریم میریم. ولی الان که هنوز به اون سمت نرفتیم، من پیشنهادم به خودم اینه که دیگه زیاد اون تو وقت نگذرونم. نمیشه وقتی عادت کردی، ولی دارم روش کنم. میشه. آره. حالا بگو چه کارا کردی. ببین صبح که سمه دیگه، صبح که از خواب بلند میشی سمه، آخر شبم که میخوای بخوابی دوباره سمه، انگار وارد بدن ده سمیو میکنی و میخوابی، یا اینکه صبح بلند میشی وارد بدن ده سمیو میکنی و بیدار میشی. اگر اینو دوست مثال خوبه. آره، اگر اینو دوست داری میتونی انجامش بدی. من یه مدت صبح که بلند میشدم ناخودآگاه همینجوری دستم میوردم میوجله میرفتم مثلا تو اون دنیا، بعد از اون دنیا بیام بیرون دیگه خیلی خسته بودم. بعد از نیم ساعت تا 20 دقیقه یه رو خیلی خسته میشی، و از اون برم شب دوباره میری تو اون دنیا، بعد دوباره خسته میشی میخوابی. من این کار کردم که صبح دیگه به گوشی نگاه نمیکنیم، شب دیگه به گوشی نگاه نمیکنیم، روزمره نوتیفیکیشن ها آف، نمیدونم 50% آف اینجا، نمیدونم 20% بیا اینجا تو رو قرار اما بخر بیا اون مورد گیر فلا، اینجا فلانی یه چیزی نوشته خیلی باحال برو بخون، این یه ریلز جدید اومده برو اینو نگاه کن، همه آف. گوشی در اختیار ماست که ازش استفاده کنیم که یه ذره زندگی واقعی رو بهتر کنیم، نه اینکه بریم تو زندگی مجازی زندگی واقعی رو بریم تو. اینو میشه به عنوان یه چالش هم در نظرش گرفت. واقعا
خود زندگی کردن مثلا یه ده ممکنه با گیم بازی کردن تا هم همین مشکل داشته باشم. برای چی تو میری گیم بازی میکنی؟ این فرض منه. چون زندگی واقعی نمیری مثلا فوتبال بازی کنی. خب همین. این فرض منه. من دوست دارم زندگی اینجوری زندگی کنم. این چیز بدی نیست. خیلی دوست دارن زندگی رو عینک بزنن برن اون تو زندگی. میگم اگر دوست داری که واقعی زندگی کنی. اگر دوست داری واقعی زندگی. من فرضم اینه که پیش فرضم اینه که من دوست دارم واقعی زندگی کنم اون تو گیر کردم. آها. اگر کسایی که اگه مثل من هستن دوست دارن واقعی دلشون تنگ شده برای نمیدونم تاچ کردن رفیقشون یه نه بزنن روشونش به جای اینکه لایک کنه من یک شنبه ها بچه ها رو اینجوری لایک میکنم اینجوری میرم میزنم لایکش میکنم حداقل اون حسه رو حسش کنم. من اینجوری هم ولی اگر دوست داری بعضی از بچه ها گیمرن اصلا نمیخوان بیان بیرون. ویبره گوشیت هم خاموش کردی؟ ویبره گوشی ما نه هنوز نه. اون علیرضا سری قبلی گفت من برازم خیلی نکته جالبی بود. ویبره اصلا تو رو کندیشن میکنه قشنگ کندشنت میکنه و خیلی هم غیر ضروریه چون تو معمولا گوشی تو جیبت نیست، گوشی بیرونه و میشنوی صداشو. حالا اونم یه نکته دیگه است. و تو در مورد اینکه چشاتو اذیت میکرد میگفتی، میگفت که اصلا سردرد بهت میداد و خب خیلی جالبه که عملا میرفتم که سردرد بگیرم. خب من سردردمو بگیرم برم تو واقعا یعنی میگفتم پیش خودم میدونستم من الان این دستمو اینو بیارم اینجا سردرد میشم امروز و هم کار میکرد. اینقدر ادیکتیو بود که حاضر بودی آره. ببینی و اعتیاد آوره قشنگ دوپامین میگیره. من فکر کنم خیلی ها اینجوری هن. خیلی ها الان اینجوری هن و گیر کردن. شاید هم نمیدونم. برای من اینه که باز میگم تغییر باید یه دلیل بیاریم که چرا باید تغییر کنیم. خب یعنی اینکه بگیم باید تغییر کنیم انگیزه کافی رو برای تغییر به ما نمیده. چرا باید تغییر کنیم؟ یعنی حالا برمیگردم به این که ما انقدر پریم نسبت به اون چیزایی که میخوایم انجام بدیم که اصلا جای خالی برای تغییر وجود نداره. یعنی مثلا من برای چی برم یه سختی به خودم بدم که این چیز عوض شه؟ باید یه دلیلی براش وجود داشته شه. من برای چی برم یه اسکیلز جدید یاد بگیرم، یه کار جدید انجام بدم، یک مهارت جدید کسب کنم؟ خب انقدر پریم پرخوری کردیم در مورد همه چی، اصلا وقت نیست. صبح بلند میشی میشه شب، شب دوباره میخوابی دوباره صبح بلند میشی هزار تا کار دارید، اصلا به این فرصته نمیرسی. و فکر میکنم یکم اون مینیمالیست کردن، اون حرفی که تو میزنی همیشه خالی کردن، یا اون یه شعر کوچیکی که من نوشتم میگم چاره در اکسیر استرلاب نیست، چاره سیری دهان باز نیست، چاره در اکسیر طالب گشتن است، چاره سیری دهان بسته است. و اون تهش میگه از مولانا که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشد آب دست بالا و پست. من فکر میکنم یه خورده این کم کردنه باعث میشه که حساس شیم دوباره. مثلا ماجرای دوپامین اینه که خود دوپامین که چیز بدی نیست، که مصرف بیش از حد بشه که داره ما رو تالورنس ما رو میبره بالا. یعنی یه آدمی که خیلی سیر شده حالا هی داریم ولعمونو با چیزایی که عجیبه بیشتره میخوایم پر کنیم. این به نظرم این پر شدن معضل دنیای امروزه که با یکم خالی شدن میتونه دوباره یه راهکارهای جدیدی رو به وجود بیاره. آره من اینجوری فکر میکنم که تغییره احتمالاً تغییر کن نیست. اون آدمه باید یه چیزی میگم. من مثلا با یه نفر حرف میزنم واسه مثلا شاید بیشتر این که سوال میگم خیلی مهمه، اینه که سواله آدما رو خالی میکنه. وقتی هی جواب میدیم به هم دیگه انگار دوباره اضافه میکنیم. سوال ما رو خالی میکنه، دوباره برمیگردیم نگاه میکنیم. و یه چیزی هم که ابزرو کردم، حالا شاید بچه‌ها هم کامنت بدن ببینن آیا ابزرو کردن تو جامعه خودمون، تو جمعا که میشینیم حرف میزنیم عموما همه دارن استیتمنت یا جمله های خبری میگن. یعنی واقعا کسی مشتاق نیست، کسی سوالی رو در کسی ایجاد نمیکنه. همه اومدن یه ابرازی از حالا باوراشون، نگاه خودشون بگن و ازش دفاع کنن و به دیگران ثابت کنن که این درسته. و این تقابله انگار فقط یه جنگ در سطحی است و هیچ کس هم هیچ کس به حساب نمیاره. اینم میتونه یه راهکار باشه که از اون بابش نگاه کنیم. یعنی به جای اینکه کار خوب رو بگیم بریم انجام بدیم، بیان ببینیم خب چرا انجام بدیم،
چه مزیت‌هایی میتونه داشته باشه، اون ایده‌ها رو چی عوض میکنه. خیلی باحاله این چیزی که گفتی، منو برد به یه برفرض تصور کردم توی مهمونی نشستم و همه دارن همینجوری استیتمنت میدن، همه دارن هی خبر میدن و احساس کردم اونی که سوال میپرسه توی جامعه ما یا توی خودمون یه جورایی نادان به نظر میرسه. یه جورایی میگی خب چه سوال میپرسید، این که واضحه دیگه، چی میگی تو، چقدر نمیدونی، یعنی اینو دیگه نمیدونی، فلانی بابا فلانی حمله کرده به خاطر این دلیل. و بعضی هم که اون حرف قشنگا رو میزنن از یه جایی برداشتن به نام خودشون کردن و اون قشنگ مهمونی هن دیگه اونا. حوصله سر میره و ما از حوصله سر رفتن فراریم، در حالی که حوصله سر رفتن یک عالمه درس توشه. ما همش داریم به خودمون آسیب میزنیم چون نمیخوایم حوصله‌مون سر بره. حاضریم بریم مشروب بخوریم، حاضریم بریم تلویزیون ببینیم، حاضریم وقتمون رو با مزخرفی که هیچ فایده‌ای برامون نداره پر کنیم، ولی حوصله‌مون سر نره و انگار قراره که ما تمام مدت انترتیند باشیم. من چون یکی دو ماهیه که درگیر این اینستاگرام شدم، قبلش داشتم دوباره تمرین میکردم، لحظه ای میای درگیر میشی و دوباره بعد تمرین کنی که بری بیرون. یعنی که ما زندگی رو اینجوری نها نمیکنیم. زندگی رو اصلا قرار نیست حوصله‌مون سر بره، که به معنی اینکه حوصله‌ت سر رفت زوم کن رو اون درخته، اون درخته رو نها کنی چقدر باحاله، لایکش کن. میگم الان با این انباشت روزافزون دانش، به نظر من نه تنها دیگه علم افزایی یک فضیلت نیست، بلکه داره تبدیل به یه حماقت میشه، به خاطر که تو نمیتونی اشراف کامل به همه چی داشته باشی و تلاش هم انگار این که تو رو همینجوری میبره توی فضایی که هی پرخوری میکنی، هی اینفورمیشن همین چیز که در مورد همه چی هی بخونم، بعد انگار همه چی میدونم هیچی هم نمیدونم.